با عرض سلام و ادب، کیانی هستم، پژوهشگر و نویسنده طب آرمیکا. در این برنامه به خواص دارویی اسفناج می‌پردازیم. امیدوارم مورد پسند دوستان عزیز قرار گیرد. در هر 100 گرم اسفناج خام 97 کیلوکالری انرژی، 3.6 گرم کربوهیدرات، 0.4 گرم قند، 2.2 گرم فیبر خوراکی، 0.4 گرم چربی، 2.9 گرم پروتئین، 469 میکروگرم ویتامین آ، 78 هزارم میلی گرم ویتامین B1، 189 هزارم میلی گرم ویتامین B2، 724 هزارم میلی گرم ویتامین B3، 195 هزارم میلی گرم ویتامین B6، 194 میکروگرم ویتامین B9، 28 میلی گرم ویتامین C، 2 میلی گرم ویتامین E، 483 میکروگرم ویتامین K، 99 میلی گرم کلسیم، 2.71 میلی گرم آهن، 79 میلی گرم منیزیم، 897 هزارم میلی گرم منگنز، 49 میلی گرم فسفر، 558 میلی گرم پتاسیم، 79 میلی گرم سدیم، 53 میلی گرم روی و 91.4 گرم آب یافت می شود. اسفناج گیاهی یک ساله، دولپه‌ای و گلدار با ساقه و برگ‌های لطیف است. این گیاه بومی مرکز آسیا و غرب آسیا است. اسفناج از سبزیجات برگی بوده و به صورت خام یا پخته شده مصرف می شود. این گیاه تا 30 سانتی متر رشد کرده و دارای برگ‌هایی با اندازه ها و شکل‌های مختلف است. در سال 2018 مقدار 26 میلیون تن اسفناج در دنیا تولید شد و حدود 90% از این میزان در کشور چین تولید شده بود. به نظر می رسد گیاه اسفناج در ابتدا در ایران باستان و حدود 2000 سال قبل مورد توجه بوده و توسط ایرانیان مصرف می شده، اما به مرور به مناطق اطراف مانند هند و آسیای مرکزی و سپس از طریق نپال به خاور دور و سایر نقاط جهان برده شده است. همچنین واژه اسفناج یا اسپناخ واژه فارسی بوده و در اواخر قرن 14 میلادی به زبانهای لاتین و زبانهای اروپایی وارد شده است. برخلاف تصور عموم مردم که اسفناج را یک گیاه با میزان آهن زیاد می‌دانند، این سبزی فقط دارای 81 صدم میلی گرم آهن در هر 100 گرم اسفناج خام است. به رغم باور همگان، اسفناج منبع فوق‌العاده خوب آهن نیست، زیرا میزان اسید و گزالات آن بدن را از جذب مواد معدنی باز می‌دارد. اسفناج خام حاوی 91% آب، 4% کربوهیدرات و 3% پروتئین و مقدار ناچیزی چربی است. اسفناج دارای کالری پایین و ارزش غذایی بالاست، به ویژه در مواقعی که به صورت آبپز یا بخارپز مصرف شود. این گیاه دارای میزان بالایی از انواع ویتامین ها و مواد معدنی است، هرچند که اسفناج حاوی آهن و کلسیم بالایی است، اما عضلات موجود در برگ‌های آن به خصوص در هنگام مصرف به صورت خام مانع از جذب کلسیم و آهن دست دستگاه گوارش می شود. پختن اسفناج باعث کاهش میزان عضلات شده و هضم و جذب مواد مغذی در بدن به شکل بهتری انجام خواهد شد. این گیاه همچنین حاوی مقدار بسیار بالایی ویتامین کاست و به دلیل نقش مهم این ویتامین در فرایند انعقاد خون به بیماران مصرف کننده داروهای ضد انعقاد مانند وارفارین توصیه می شود
که از مصرف اسفناج خودداری کنند. اسفناج سرشار از لوتئین و گزانتین است که این کاروتنوئیدها از بین برنده مولکول‌های بی‌ثباتی به نام رادیکال‌های آزاد در بدن هستند. کاروتنوئیدها در اسفناج و سبزی‌های دارای برگ سبز تیره وجود دارند. برخی مطالعات نشان دادند که آنها می‌توانند با سرطان دهان، معده و مری مقابله کنند. یک پیمانه اسفناج حدود 20% فیبر دارد که مانع یبوست است و به هضم غذا کمک می کند. فیبر موجود در این سبزی گند خون را پایین نگه داشته و به ایجاد حس سیری می تواند مانع از پرخوری شود. ویتامین C و E، بتا کاروتن، منگنز، روی و سلنیوم موجود در اسفناج همگی از آنتی اکسیدان های قوی برای مقابله با پوکی استخوان، گرفتگی رگ‌ها و فشار خون بالاست. جالب است بدانید شخصیت کارتونی و کمیک ملوان زبل در سال 1931 خلق شد. این شخصیت علاقه زیادی به اسفناج داشته و با خوردن کنسروهای اسفناج قدرت بدنی بالا و غیر عادی به دست می آورد. به پایان این برنامه از طب آرمیکا رسیدیم. به امید زندگی برتر و بهتر برای همه دوستان عزیز.